سلام شده به همه دوستان و دوستانی که این نشست رو به صورت زنده میبینن. در خدمتتون هستیم. نشست بعد از بازی ابتدا من خواهش میکنم با گل محمدی نظرشون راجع به بازی بگن و بعد سوالات دوستان رو میشنویم. فقط دوستانی که سوال میپرسن حتما خودشون رو معرفی کنن. مرسی. به نام خدا و عرض سلام. خسته نباشید خدمت شما دوستان عزیز. اولا که یه عذرخواهی به شما بدهکارم به خاطر اینکه دیروز نتونستم به نشست خبری برسم به خاطر بیماری که داشتم و چند روزی که زیر سرم بودم و خب ما مربی خودمون رو فرستادیم. متاسفانه چند تا خبرگزاری جلسه رو تحریم کردن، نشست خبری تحریم کردن. فکر میکنم که کارشون خیلی ناپسند بود و یه بی احترامی به باشگاه بزرگ پرسپولیس بود. در این صورت تا اونجایی که میشد و امکانش هست همیشه به نشست‌های خبری احترام گذاشتم و همیشه تو نشست‌ها حضور داشتم، ولی خب یه مورد اتفاق افتاد اینجوری فکر میکنم که کارشون خیلی پسندیده نبود. بازی در مجموع جونداری بود و بیشتر شاید جریان بازی در اختیار ما بود. موقعیت خوبی داشتیم برای زدن گل و میتونستیم بازی رو ما برنده باشیم. خصوصا نیمه دوم خیلی خوب شروع کردیم و همه رو تونستیم به بازی سرعت بدیم و تونستیم پاس به هم بدیم. تو زمین حریف موقعیت خوبی به وجود اومد و فشار حمله ایمون خیلی خوب بود. دو سه تا صحنه اتفاق افتاد تو زمین که واقعا خیلی به نظر من جریان بازی رو به سمت حریف عوض کرد و اون صحنه که باید به آقای چشمه کارت میداد و خطا اعلام میکرد و آلیشا اون اعلام نکرد و به من و به آلیشا هم کارت داد و می کنم که از آن جریان بازی عوض شد. سر همون صحنه ما اوج فشار حمله ایمون بود، ولی متاسفانه دو سه تا تصمیم داور جریان بازی رو کلن عوض کرد. در مجموع خب بازی سختی بود برای قضاوت کردن. تیم داوری تیم خوبی بود در مجموع، ولی خب این دو سه تا صحنه فکر میکنم که یه مقدار اون فشار حمله ای که باید میذاشتیم و حریف رو از بین برد. ولی بازی در مجموع فکر خوبی رو انجام دادن بچه ها و ریتم بازی رو میتونستن کنترل کنن. هر موقع تونستیم از عقب بازی سازی کنیم، به هافک ها برسونیم، تونستیم به فوروردان موقعیت های خوبی بدیم، ولی خب متاسفانه همون دو سه تا موقعیتی که به دست اومد خوب استفاده نشد. از بچه ها تشکر میکنم و باید خودمون رو آماده کنیم برای بازی آینده. بفرمایید. با سلام، محمد مجدا سعیدی هستم. روز آقای یعنی شما در طول بازی 90 دقیقه یه مهاجم بازی کرد. من محمد مجدا سعیدی هستم، روزنامه هدف. آقای یعنی شما در طول بازی با یه مهاجم بازی کردی علیرغم اینکه تیم حریف رو تحت فشار داشتی. چرا واقعا با توجه گلزناتون همه بیرون بودن؟ مرسی. خواهش میکنم. خدا رحمت کنه پدر گرامیتون رو. ما بالاخره ببینید با دو تا مهاجم بازی میکردیم، هم عیسی بود هم امید بود، هم افکای کنارمون تو حمله اضافه میشدن. مهم این بود که بتونیم کنترل بازی رو دستمون بگیریم و این اتفاق هم افتاد و با اضافه شدن امید آلیشا به خط آفک میتونستیم خیلی حفظ توپ بهتری داشته باشیم. فکر میکنم که توی همچین بازی هایی خب بیشتر از دو سه تا موقعیت شاید گیرتون نیاد، باید از اون موقعیت ها استفاده کنیم. ما اگه میتونستیم از اون موقعیت استفاده کنیم قطعا میتونستیم برنده بازی باشیم. با سلام، محمد مجدا سعیدی هستم. روزنامه هدف.
سلام خدمت آقای گل محمدی کرمدو هستم از خبرگزاری ایرنا. حالا توی این مدت شما وعده های زیادی رو شنیدید، اما هیچ کدوم این وعده ها عملی نشد. حتی رو سایت رسمی خود باشگاه یه سری مصاحبه ها میشه که قراره به تیم پشتیبانی صورت بگیره، پول مالی، کمک مالی صورت بگیره، قرارداد بازیکن ها پرداخته، اما تا الان هیچ کدوم این کارا عملی نشد. این وعده ها چقدر رو تیم شما تاثیر گذاشته؟ ببینید، بالاخره ما همه میدونن که چقدر مشکلات ما زیاد بود و زیاد هستش، ولی خب در صورت امروز هم آقای صدری زحمت کشیدن 15% از طلب بچه ها رو واریز کردن البته، و کار تو باشگاه پرسپولیس واقعا کار سختیه، چه بحث مدیریتی چه تو بحث کادر فنی و مربیگری. در صورت زحمت زیادی کشیده میشه، ولی خب این زحمت ها شاید کافی نباشه. این بحث ها فکر میکنم که بحث هایی که بیشتر به تصمیم گیرندگان ربط پیدا میکنه و ما هم بالاخره تا اونجایی که بتونیم راجع به این مشکلات صحبت میکنیم و بیان میکنیم، ولی تو بحث اجرایی و عملیاتی ما کاری نمیتونیم انجام بدیم جز اینکه بازیکن‌ها رو آماده کنیم از لحاظ روحی، روانی و بدنی، که البته واقعا کار سختی برای مسابقات. خواهش می‌کنم.